زیبا حس دوزدی بهت دست نداده، حس دزدی چرا به من دست داده که اون زمانی که من تازه اومده بودم همش میدم یه وسوسه هایی میشم که یه چیزی رو مثلا تو این اومده بودیم یه جایی که یک دفعه همه چی باز شده بود هی hey, یه دفعه میدم که تو ذهنم یه وسوسه میاد میگفتم هی hey, از حالا یه چیزم احتیاج نداشتم و هی hey, میخواستم یه چیز رو بردارم هی hey, میگفتم ای hey, من از یه طرف احتیاج ندارم این وسوسه چیه که هی hey, میاد توی این تو ذهن من که هی hey, بردارم این مسئله بود که اینو با یکی از تراپویدا مطرح کردم و خیلی جالب بود که درباره تمام این احساس های که داشتم تا حالا البته دزدی من زیاد داشتم بزرگترینشم گفتم دیگه یه انگشترم که توی همون دوره عروسیم دزدیدم دوره که میخواستیم نامزد بودیم میخواستم عروسی کنم با طرحشم از من بود که انگشتر رفتیم بخریم برای نامزدی که یه دونم دزدیدیم حالا من در مورد دزدیام صحبت کردم توی همون کلیپم هم که آیا تو هم مثل من دزدی کردی یا نه ولی این جنبه روانیش چیه اونجا هم توضیح دادم و من هم یه انسان عادی هستم یه انسان معمولی هستم مثل انسان های دیگه همون تمام افکار مختلفی که هر کسی میتونه داشته باشه من هم دارم برای همین اینها رو که بیان کردم و کالبد شکافی روانی در واقع کردم که دیگرانی هم که یه همچین مسائل رو میدارن خودشون بیان کنن ولی در رابطه با دزدی کسی نبوده که در واقع دزدی نکرده باشه از نظر روحی روانی همیشه میگیم هر انسانی این احساس رو داشته و هر انسانی این کارم کرده یک بارم یه جلسه روان درمانی خیلی جالبی تو خونهمون گذاشتیم حدود 20 نفر بودیم و من این تو اون جلسه گفتم بچه ها هر کس بیاد از دزدی خودش حرف بزن اول اون شعر خودم خوندم که آیا تو هم مثل من دزدی کردی بعد هر کسی شروع کرد از دزدیاش گفتم و انقدر این جلسه جالب بود که جلسه یکی دو ساعت تا نصفه شب طول کشته بود که نمیرفت انقدر ماها اصلا ابعاد مختلفی از خودمون داشتیم میدیدیم شما هم توی جلساتتون که هستید همیشه از خودتون شروع کنیم نگیم دیگران اینجوری هم از خودتون شروع کنیم بعد میبینید که دیگران هم شروع میکنن کما اینکه من از خودم شروع کردم زیبا آخرین چیزی که دزدیدی چی بود چه سال جالبی یه ذره بزنیم فکر کنم آخرین چیزی که دزدیدم البته من یه چیزم بهتون بگم یه موقعی مثلا این فشکای زنجیری هست مثلا رفتم حالا نخواستم یه چیزی بدزدم و. اما دیدم طرف متوجه نشده یه دفعه حساب نکرده منم گفتم ولش کن حالا اون متوجه نشده منم بذار نگم دیگه حالا. در واقع اینم شاید دزدی باشه ولی خب نگفتم ولی حالا باز باید فکر کنم اینجوری نبوده که مثلا چون سنم رفته بالا اصلا این حسو ندارم این حسم یه مواقعی میاد